روزی خواهد آمد که نوجوانان جوان خواهند شد و از آشیانه نوجوانی پرواز خواهند کرد و آن هم چه پروازی سبک و با آرامش. اما در این پرواز با خود یک تعهد حمل می کنند به نام مسئولیت پذیری. در عصر ما مسئولیت پذیری برای جوان بلندترین و بزرگترین ارزش می باشه که الله متعال نصیب حال او جوان میکنه و جامعه و خانواده برای او جوان هدیه میدن. و ناگفته نمانه که جوان در عصر کنونی ما مهمترین عنصر تشکیل دهنده ساختار جامعه ما می باشه. جوان و مسئولیت پذیری امروز با شما صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم یکی از بزرگترین و اساسی ترین و بنیادی ترین مشکلات عصر ما خصوصا در میان قشر جوان قضیه مسئولیت گریزیه. به جای ای که مسئولیت پذیر باشن مسئولیت گریزن و از مسئولیت ها شانه خالی میکنن. شما ببینین وقتی که روانشناسا مسئولیت پذیری تعریف میکنن میگن مسئولیت پذیری تعهد به انجام امور به صورت منظم با نتیجه درست و دقیق، این مسئولیت پذیریه. و یک توهمی که متاسفانه در این میان ایجاد میشه اینه که بعضی فکر میکنن مسئولیت پذیری به معنای انجام کار درست در وقت و زمان معین. مثلا طبیب ما و پزشک ما اگر به این فکر باشه که وقتی من مسئولیت پذیرم که به 7 بجه صبح به تایم کاری حاضر شم به 5 بجه رخصت شم، یک مشکل بسیار بزرگی ایجاد میکنه، میفهمین؟ و وقتی که این در حین انجام عملیات و جراحی باشه در میان و وسط از جراحی به تایم 5 بجه از او اگر او به او محکم باشه باید جراحی خور رها کنه و بره، در حالی که مسئولیت پذیری اینه با ای که تایم از او به 5 بجه خلاص میشه و تمام میشه به خاطر جان یک مسلمان تا 10 بجه شب هم وقت بگذارانه. یا کس دیگه مثلا اگر به این فکر باشه که مسئولیت پذیری یعنی در وقت معین به صنف حاضر باشم و به ختم از وقت بیرون باشم، خود یک مشکل بسیار بزرگی ایجاد میکنه. شما ببینید گاهی وقتا یک درس سخت نیاز به توضیح بیشتری داره. مسئولیت پذیری اینجا وقتی پیدا میشه که استاد 10 دقیقه بیشتر وقت بگذاره. اصلا در یک کلام میگن مسئولیت پذیری همی امانتی که الله متعال برای ما شما داده، امانتی که آسمان و زمین از او ابا ورزیدن و او قبول نکردن، اما و حمل اهل انسان الله متعال برای انسان داد و انسان او را حمل کرد. بیشتر از مفسرین امی غزی امانت سیار جانوی دیشان وقتی که تفسیر میکنن میگن امی غزی مسئولیت پذیریه، مسئولیت در قبال خود. امام محمد یوسف قرضاوی یک رساله بسیار جالب داره در رابطه به مسئولیت جوان. در اونجا میگه یکی از اساسی ترین مسئولیت های از او قضیه مسئولیت فهم درست از دینه، نیک بفهمه و نیک بفهمانه، این خیلی مهمه. و بعد مسئولیت در قبال خانواده، اصلا عشق ورزیدن به خانواده مسئولیت مانه، خندیدن به طرف اولاد و به طرف پدر و مادر و به طرف همسر وظیفه مانه، به آغوش گرفتن دختر کوچک خود و فرزند کوچک خود این وظیفه مانه. و در قدم سوم و قدم آخر مسئولیت پذیری در قبال عموم مردم، این که مردم را از خیر و شر از اونا آگاه بکنه. بسیار دقیق. اصلا در یک معنای دیگه مسئولیت پذیری یعنی میگن قدرت پاسخدهی انسان، یعنی هر چقدر انسان مسئولیت پذیرتر باشه توانایی و قدرت پاسخدهی داره، و هر چقدر که انسان مسئولیت پذیر نباشه به همون میزان او در حقیقت در پاسخدهی یک فرد بسیار ضعیفه. انسان هایی که مسئولیت پذیرن نتیجه و ثمره و منفعت ناشی از عمل خود را میپذیرن، چی او چیزی باشه که انتظار داشتن و چی او چیزی باشه که انتظار نداشتن. اما انسان هایی که خیلی مسئولیت پذیر نباشن طبیعتاً اونا آثار و نتیجه کار خود را اگر مثبت باشه به خود منسوب میدانن و اگر منفی باشه به خود منسوب نمیدانن. اتفاقاً خصیصه و ویژگی که رهبران از مدیران و دیگه عاملان متمایز میسازه همین قضیه مسئولیت پذیریه. یک رهبر آنقدر مسئولیت پذیره که اگر نتیجه کار اما چیزی که انتظار داشتن به وقوع پیونده و اتفاق بیفته اون منسوب میدانه به تمام کارگران و عاملان زیر دست خود، و اما اگر نتیجه مثبت نباشه بلکه منفی باشه اون ناشی از سهلنگاری و تنبلی خود میدانه، نه از تنبلی و کسالت و ضعیف بودن عاملان و زیر دستان خود. ما اگر مسئولیت پذیر به این معنا بودیم ما یک رهبر، اگر ما مسئولیت پذیر نبودیم نه تنها که یک رهبر نیم بلکه یک مدیر و عامل که در حقیقت
زیر دست یک فرد دیگه هم کار میکنه نیستیم. پس ما بیم که به معنای واقعی یک مسئولیت پذیر درست و مناسب در زندگی خود باشه. خیلی عالی ادریس جان. جوان مسئولیت پذیر یعنی جوان محبوب الله متعال، جوان مسئولیت پذیر، جوان محبوب خانواده و پدر و مادر، جوان مسئولیت پذیر، جوان محبوب جامعه، جوان مسئولیت پذیر یعنی جوان با وفا، جوان متخصص و جوان متعهد. در سنین جوانی یک سری از کارهایی هست که برای جوانان الزامیه که اونا باید یاد داشته باشن، برای ما جوانا الزامیه که باید یاد داشته باشین و اونا بلد باشین و به خاطر از اونا کوشش بکنین. اول قضیه تحصیله که همون بحث تخصصگراییه که باید جوان مسلمان و جوان بخصوص افغانستان باید تمامی تلاش خود به خرج بده تا اینکه شخص متخصص تربیه بشه و خود خود تربیه بکنه و بالای خود کار بکنه. این مسئولیت جوان نسبت به خودیانه. دومین راهکار اینه که مطالعه بکنه و مطالعه بیش از حد داشته باشه که باعث ایجاد افکار و ایجاد انگیزه در خود جوان میشه. و نکته سوم برای جوان که الزامیه اینه که توسعه شخصیتی داشته باشه، شخصیت خود خود توسعه بده با برنامه های فرهنگی، با برنامه های اجتماعی و با رسانه هایی که در خدمت از اونه، شخصیت خود خود توسعه بده، چنان توسعه بده که به یک سمبول تبدیل بشه که مردم به دور از او جمع بشن و به یک ناجی تبدیل بشه که مردم از او توقع داشته باشن که همین جوانه که امروزه میتونه ما را از این مشکلات رهایی بده و ما را خلاص بکنه. و بر جوان امروزی و عصر ما لازمه که تعهد داشته باشه و پایبند باشه بر او گپایی که میگه و بر او عملهایی که انجام بده. دقیقا. اصلا سیر جان بسیار گپای جالب و جذاب گفته. وقتی که آیات قرآنی و احادیث نبوی یک مرور داشته باشین میبینین که در قسمت مسئولیت پذیری الله متعال بسیار تأکید میکنه و جمله خیلی ساده بیان نمیکنه. مثلا او جایی که الله متعال میفرمایه فوربک لنسالنهم اجمعین، ف عرف قسمه به زبان عربی و هم عرف قسمه. الله متعال ذات بزرگ دو قسم میخوره، باز لام لام تأکیده، حتما از اینا سوال میکنه. ما از کسی که نام از او انسانه او مورد سوال قرار میگیره و مسئول باید به کارهایی که کرده جواب بده و به کارهایی که به جلوی چشم از او انجام گرفته و اونا بد بوده و ناشایسته بوده و باید نهی میکرده نکرده باید مسئول باید جواب بده. الله متعال اینقدر تأکید میکنه، یعنی پس قضیه مسئولیت پذیری خیلی امر مهمیه. باور بکنین اگر تمام انسانیت در کل این عنصر مسئولیت پذیری در خود تقویه بکنن دنیا دگرگون میشه. هر کس مسئولیت پذیر باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تنبیه میکنن با خبر همه شما مسئولین، باید در قبال و کارهایی که انجام بدین باید جواب الله متعال بدین، در قبال و کارهایی که در جلوی شما انجام میشه و شما نهی نمیکنین باید جواب بدین، به این خاطر که باید مسئولیت پذیر باشین. اصلا یک از علتایی که ما مسئولیت پذیر نیم ادیسیان و سیر جان من فکر میکنم قضیه ترس از گرفتن مسئولیته. میترسیم، شاید این ترس عواملی داشته باشه. مثلا یک از عوامل از او ترس از تحمل این مسئولیته. فکر میکنین که شاید این مسئولیت بزرگ و خطیر تحمل کردن نتونین و به دوش کشیدن نتونین، از این خاطر از او فرار میکنین و تبدیل به یک شخصیت مسئولیت گریز میشه که دیگه از مسئولیت ها شانه خالی میکنین. و یا ترس از رقابته، میترسیم مبادا به این مسئولیت که یک کس دیگه هم گرفته بود نتونست به وجه درست از او انجام ده، مبادا میر انجام دم. اصلا در یک کلام اگه بگیم چرا ما بترسیم از مسئولیت، در حالی که اسامه ابن زید او جوان با 18 سالگی خود امیر لشکر میشه و مسئول لشکر تعیین میشه که حضرت عمر و ابوبکر صدیق رضی الله عنهما در او عضوان و این عین مسئولیت پذیری نشون میده. و یا قضیه عتاب بن اسید، او جوانی که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکه نوپار ترک میکنن عتاب بن اسید فرمانده میکنن، خیلی مسئولیت بزرگه به سن 21 سالگی. سن 21 سالگی دشان سن جوانیه، ایت یک مسئولیت خطیر بزرگ سیر جان بسیار بزرگه چون اصحاب مسئولیت پذیر بودن. و یا خیلی از بزرگان دیگه وقتی که میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسئولیت رو به زنام اسپردن به وجه احسن انجام میدادن. جوان دیگه به نام مصعب ابن عمیر،
مسئولیت سفارت اسلام رو به دوش میگیره، اولین سفیر اسلام میشه. خیلی مسئولیت بزرگیه. چرا؟ چون مسئولیت پذیر بودن و بعد احسن امور انجام میده. دقیقا سوی جان، همین قسمه انسان هایی که در حقیقت مسئولیت گریزن و دوست ندارن یک فرد مسئولیت پذیری در زندگی خود خوب باشن، خب یک سلسله عوامل باعث شده که فرد مسئولیت پذیر نباشه و از مسئولیت فرار بکنه، دوست نداشته باشه کار را انجام بده. یکی از عواملی که سوی جان شما گفتین قضیه ترس از تحمله. یک فرد فکر میکنه که توانایی همین مسئولیت را نداره، توانایی انجام همین کار را نداره. خب گاهی وقتا این حقیقت و واقعیت که فرد توانه انجام و کار نداره و بر شانه های از این سنگینی میکنه، نمیتونه این بار سنگین رو به دوش بکشه. اما گاهی وقتا او دوچار یک توهم میشه، یعنی فکر میکنه که او نمیتونه این کار رو انجام ده، در حالی که او میتونه. این توهم و تخیل و تصور نادرسته که در ذهن از این فرد ایجاد شده، این ناشی از محیطی که در او تربیت یافته. متاسفانه امروزه وقتی که بیشتر از جوانان میبینیم مسئولیت گریزن، به چی خاطره؟ به خاطر در خانواده‌ای روش یافتن که هیچ کس برای از اونو اعتماد نکرده. کارهای بزرگ که چی؟ حتی انجام کارهای کوچک هم برای از اونو نسپردن. امینه که میبینیم در داخل خانواده ها یک فرد از سنین کودکی به بعد، حتی به سنین رشد رسیده، سن 18 سالگی به بعد، بازم میبینیم که یک فرد مسئولیت پذیر نیه. چرا؟ چرا که محیط خانواده بر او اعتماد نکردن. و قضیه بعدی قضیه ترس از شکسته. یک فرد فکر میکنه که اگه من این کار را انجام بدم ممکن من شکست بخورم، چقدر گپ های دوروبر من شک بگیره و من دوست ندارم که چنین گپ های وجود داشته باشه، نسبت به من گپ های به زبان بیارم که اون گپ ها خیلی به من خوشایند نیه. و این باعث میشه که نفر از مسئولیت فرار بکنه. و گاهی وقتا تجارب تلخ گذشته، مثلا یک فرد یک کار برای از او سپردن، یک مسئولیت کوچکی تا بزرگه برای از او دادن، او کار نتونست انجام بده. خب اگر این کار نتونست انجام بده ناشی از عوامل بیرونی بوده و به گونه غیر ارادی باعث شده که این فرد نتونه کار را انجام بده، خب این غم و غصه و تشویش و توهم اشتباهه. اما اگر خود از او تنبلی و به اصطلاح ما شما ضعف از خود نشان داده در انجام کار، خب واقعا او فرد خود از او مسئوله که بنابراین او کار انجام بده. به خاطر وقت گاهی وقتا کاری که در گذشته برای از این سپردن که انجام بده نتونست انجام بده، از این به بعد هم دوست نداره که مسئولیت بپذیره. اینا عوامل هم که باعث میشه فرد مسئولیت پذیر نباشه. یک قضیه بسیار مهمه دیگه سیر جان، که بسیار مهمه و جالب هم هست، ما دو بلوغ داریم، یکی بلوغ جسمی، یکی بلوغ فکری. یکی از نشانه های بلوغ فکری مسئولیت پذیری میدانه. یعنی اگر یک فرد مسئولیت پذیر بود او به بلوغ فکری رسیده، اگر نه مسئولیت پذیر نبود بلوغ فکری نرسیده. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مسئولیت پذیری بودیم ما بالغتریم، اگر مسئولیت پذیر نبودیم ما هنوز هم به بلوغ فکری دست پیدا نکرده. خیلی جالب ادریسیان. من در این بخش میخوام به تربیت یک جوان مسئولیت پذیر اشاره بکنم. چرا هم یک جوان مسئولیت پذیر تربیت بکنین؟ البته این نکاتی که سویل جان ایشان میگم برای پدران و مادران فعلی نیه، چون اونا خو بزرگوارن، اونا خو ما از اونا درس میگیرین، بلکه به جوانهایی که قرار پدران آینده باشن، این نکات برای از او جوانها میخوایم در نظر داشته باشم. اولین کار و یا اولین راهکار اینه که ما توقعات خور نسبت به یک نوجوان، اگر خواست باشین جوان مسئولیت پذیر داشته باشیم، از نوجوانی باید تربیه بکنین. برای نوجوان خو باید از اون سن نوجوانی توقعات و انتظارات خور تعریف بکنین که بابا جان ما از تو این رقم توقعات دارم، این رقم انتظارات دارم. تعیین انتظارات و توقعات نوجوان مسئولیت پذیر بار میاره. کار جالب. بله. مسئولیت پذیر بار میاره. و نکته دوم اینه که لیستی از کارها از نوجوان بخواین. امروز قرار است صبح از خانه بیرون بشین، برای نوجوان خوب، برای پسر خوب بگین که لیستی از کارهایی که امروز قراره، مثلا تو تا 6 قراره بری به مکتب چه کار میکنی. مثلا میگه قراره که امروز ریاضی، فیزیک، کیمیا، جغرافیا، تاریخ این مضامین خور بخونم و دیگه کار ندارم. یک دو سه کارم شما برای از او اضافه بکنین. این که داخل سرار باید تو یک اوپشی بکنی، گلارم باید آب بدی و جا کوشیرم منظم بکنی. به این رقم که شما هم یک لیست بدین و خود از اون نوجوانان لیست داشته باشه از کارهای خود و تا 6 اونا رو انجام بده، این نوجوان مسئولیت پذیر بار میآید. متوجهه که باید بنابر به اون لیستی که پدرجان برای من داده، من متعهدم که باید او انجام بدم، من مسئولیت دارم که او باید انجام بدم. و سومین نکته اینه که هدف رو برای نوجوان
تعیین بکنین. ما متاسفانه نوجوانان دارن که نمیفهمن هدف چیه و نمیتوانن روش هدف را تعیین بکنن، روشش را بلد نیان. چی خوبه که پدرهای با تجربه که کوهی از تجربه اند در پشت پسر خو بیاین روش هدف تعیین کردن را برای نوجوان یاد بدن تا اینکه هدف برای خود تعیین بکنه. کوشش بکنن از نصف روز شروع بکنن. امروز هدف تو تا نصف روز همینه که این مضامین بخونی، روز بعدی از یک روز، هفته بعدی از یک هفته، آهسته آهسته میشه که نوجوان در سنین جوانی میتونه پلان سالانه استراتژی به خود برزه، در زندگی خو پلان استراتژی تهیه بکنه که بنابر همو پلان و طبق همو پلان به پیش بره. پس خوب جوانه که میخوایم اور مسئولیت پذیر تربیه بکنین، از نوجوانی به فکر. از مرد بسیار جالب و جذاب. میگن یک طفلی بود ای به یک مدرسه درس میخوند، سیار جان دسیان، بعد ای خیلی تنبلی بود، مسئولیت پذیر نبود، در قبال همسیفی ها خود مسئولیت پذیر نبود، اونا رضایت میکرد، در قبال کارها خود خود مسئولیت پذیر نبود. بعد پدر از پیش استاد شکایت میکنه و استاد از خیلی آدم فهمیدیه، این میطلبه و میگه فرزندم چرا تو نسبت به مردم مسئولیت پذیر نی، نسبت به خود مسئولیت پذیر نی؟ این میگه خیلی مهم نیست. بعد استاد میگه درسته، همین جمله رو تخته نوشته کن. این نوشته میکنه خیلی مهم نیست. برای آشپز میگه، می استاد میگه برای ازی از فردا غذای بده که کفاف ازیر بکنه اما خیلی سیر نشه، اما تا گرسنه باشه و از فرط گرسنگی نمیره. بعد یک روزی طول میکشه، دو روز طول میکشه، آخری شاگرد میاد به شکایت به پیش استاد، میگه استاد ای آخی غذای به اندازه کافی برای من نمیده، من سیر نمیشم، این مسئولیت پذیر نیه، این مسئولیت خود انجام نمیده. بعد استاد دست از اون میگیره و میباره جای قبلا که همون جمله رو نوشته کرده بود، میگه سر تخته، میگه ببین فرزندم چی نوشتی اینجی؟ نوشته کردی خیلی مهم نیست. حال هم اگر من نسبت به قضیه بگم خیلی مهم نیست، چقدر این به دل تو درد میکنه. پس باید انسان مسئولیت پذیر باشه. الله تعالی میگه ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان گمان میکنه که میته بیهوده بدون مسئولیت ترک کرده میشه؟ نه، انسان مسئولیت داره، رسالت به نام مسئولیت داره. امام محمد غزالی یک داستان کوتاه و بسیار جالب در کتاب کیمیا سعادت خوب بیان میکنه. میگه یک نفری بود به خانه از این موش زیاد بود، بعد میگه دوستا و رفقا از این برای از این گفتن که تو یک گربه به خانه خوب بیار که این موشا از بین ببره. میگه نه، من گربه آورده نمیتونم، به خاطر از اینکه اگر من گربه به خانه بیارم امسایا از صدا از این گربه اذیت میشن و ما باید نسبت، چون مسلمانم، نسبت به امسایا خود مسئولیت پذیر باشم. این مسئولیت پذیری خود همینه، فقط به کار و شغل و حرفه و استادی و شاگردی خلاصه نمیشه، بلکه دامنه از بسیار بزرگه. بله بسیار دقیق سوی جان. و می خاطر وقتی که انسان مسئولیت پذیر باشه و مسئولیت گریز نباشه، میشه بگیم به یک سلسله چیزهای جالب در زندگی خود خود دست پیدا میکنه. یعنی ما اگر به سمت چیزهای مثبت بریم طبیعتاً باید آثار و نتایج از اون هم ببینیم، اگر به سمت چیزهای منفی بریم طبیعتاً با چیزهای منفی و آثار منفی هم متوجه ما میشه، ما میبینیم. ببینین وقتی که انسان مسئولیت پذیر باشه، دو فایده بسیار جالب از این مسئولیت پذیری خود خود میبینه. یک، به خودشناسی دست پیدا میکنه. دقیقاً انسانی که مسئولیت پذیره، بعدا مثلا برای از یک مسئولیت سپرده شده، یک کار بسیار بزرگه که قبلا فکر میکرد که شاید نتونه این کار را انجام بده، این کار وقتی که انجام میده خود را میشناسه که بعد تو چقدر توانایی داشته که میتونی یک کار را انجام بدی. یا مثلا میبینی که آهسته آهسته مدیریت یک شرکت به رسید داده میشه، میگه سخته، وقتی که از پس از این بر میایه میبینی که با تو چقدر توانایی داشتی تو سی کار انجام بدی. مسئولیت یک دانشگاه، مسئولیت یک شهر، مسئولیت یک کشور، مسئولیت جهان اسلام برزو داده میشه، بعدا تو از پس از او برمیایی تو خود رو بیشتر میشنسی، میفهمی که تو چقدر توانایی داری، الله متعال چقدر تو قوی آفریده که تو توانایی مدیریت جهان رو داری. پس ای اولین نتیجه و ثمره مسئولیت پذیری است. دومین نتیجه مسئولیت پذیری ارتقای ظرفیت انسانه. انسان طبیعتاً اگر مسئولیت پذیر نباشه به رشد دست پیدا نمیکنه. مثلا انسان ها میخوان مثلا یک چند پله پی هم هست، ما طبیعتاً از پله اول نمیتونیم بپریم به پله آخری، ما طبیعتاً گام به گام آهسته آهسته به گونه تدریجی هر کدام از این پله ها رو باید بریم تا برسیم به اون پله آخری. مسئولیت پذیری زمینه از ارتقای ظرفیت و رسیدن به اون پله آخر فراهم میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما مسئولیت کوچک قدم برداشتن امروز
بزیرفتین، شما آیسته آیسته میرسین به پله آخری. اگر شما مسئولیت کوچک قدم برداشتن به یک الی دو پله بعدی قبول نکردین، شما به اون پله آخری نمیرسین. هر چقدر این مسئولیت پذیری بیشتر باشه، رسیدن به هدف و ارتقای ظرفیت انسان بیشتر میشه. یادم باشه هر انسان توانایی داره که مسئولیت پذیر باشه. همین طفلا و کودکان نگاه بکنین در داخل خانه ها، مثلا دختر حتی ای که خورده ببینید کفشای مادر خود رو پا میکنه، گاهی وقتا با دیگرا که بازی میکنه، یا مثلا یک بچه این میبینین کفشای پدر خود رو پا میکنه، کفشای برادر کلون خود رو پا میکنه. یعنی خوش داره که دختر کارهای مادر خود رو انجام بده، خیلی کارهای بزرگتر. یا مثلا بچه نگاه میکنه دوست داره که کار پدر رو انجام بده، یک کارهایی که مثلا چی کارهایی که مربوط به عمر خانه باشه و چی کارهایی که مربوط به عمر خانه نباشه بیرون باشه. به همین خاطر ما بشناسیم که ما اینقدر انسان‌هاییم و الله متعال ما فطرتاً و طبیعتاً همین قسم آفریده که ما باید مسئولیت پذیر باشیم. اگر ما مسئولیت پذیر در قبال خود، در قبال دین خود، در قبال جان اسلام، در قبال همسایه خود، در قبال جامعه خود خود نباشیم، او وقت انتظار و توقع تغییر در زندگی شخصی و در زندگی جمعی خود نداشته باشیم. مسئولیت میتونه انواع متفاوتی داشته باشه. اولین مسئولیت انسان در قبال خود انسانه. ما وقتی که میگیم که رابطه دیگران با الله متعال برقرار بکنیم، تا وقتی که خود ما رابطه خود با الله متعال برقرار نکنیم و این مسئولیت ما نه که رابطه خود با الله برقرار بکنیم، توانایی برقرار کردن رابطه بندگان با الله متعال نداریم. وقتی که خود ما با قرآن مأنوس نشدیم، توانایی مأنوس کردن دیگران با قرآن نداریم. مسئولیت ما همینه. مسئولیت ما در قبال خود ما، مسئولیت ما در قبال دین ما، نسبت به دین باید احساس داشته باشین. کوچکترین توهینی، کوچکترین استهزایی نسبت به ارزش‌های دینی میشه، بعد انسان به خود بنرزه که تو در قبال دین چه کار کردی؟ چی تغییر این مایی بیاری؟ نه که او فرد تم توهین بکنی، بلکه آنقدر با او با نرمی برخود بکنی که او از استهزا و تمسخر و توهین خود پشیمان بشه. گیم که ما هم در زندگی چنین انسان‌های مسئولیت پذیری باشه.